اذیت میکرد. ولی الان چه فارسی باشه چه انگلیسی باشه، هر دوتاشون فونتشون همین آیار نازنینه. خب پس فونت تو این باشه. بعد مثلا یه خوبی دیگه هم این آیار نازنین داره، اینجایی که میخوای عددا رو بنویسی، مثلا نوشته 7.5 تا 17.5، اینا رو خوب مینویسه. مثلا فرض کنه من الان اینو اگر بذارم بر اساس اون آینگاش قبلی بذارم بی میترا، مثلا میخوام بنویسم 7.5، مینویسم 7.5، ببینه اینجوری میشه، میشه 5.7 به هم میریزه. ولی خب آیار نازنین باز برای این عدد هم خیلی خوبه، خصوصا بعدن که میخوایم فصل پایان‌نامه‌تون بنویسین، اون قسمتی که قرار نتایج بنویسین، جدول داره کلی عدد باید بنویسین که هم ممیز دارن، برای اون خیلی خوبه. پس هرچی خواستیم بنویسین، خصوصا این فرم دفاع عنوان پروپوزال و پایان‌نامه‌تون، فونت رو سعی کنه آیار نازنین انتخاب کنین. دلیلش هم گفتم، بعد سایزش هم 14 باشه، فاصله بین خطوطم از اینجا انتخاب میکنه 1.5. اگر جای سوال داشته بپرس. اینا رو گفتم بهتره که یادداشت کنین، فونت آیار نازنین، سایز 14، فاصله خطوط 1.5. دیگه غیر از این مورد دیگه باید رعایت کنید، اول پاراگراف ها، ببین اول پاراگراف ها یه فاصله است، به اصطلاح بهش میگن که ایندنت. خب این ایندنت هم اول هر کدوم از پاراگرافاتون باید داشته باشیم، اندازش هم 1 سانتی متره. این هم اگر بخواین تنظیمش کنین، هر جاش فکر میکنین تون دارم میگم متوجه نشدین، هرچی بپرسین که من بیشتر توضیح بدم. ایندنتو که بخواین تنظیم کنین، میرین قسمت بالای ورد، اینجا نوشته پاراگراف، پس میرین توی قسمت پاراگراف، این پایین گوشه سمت راست یک حالت مربع یه فلش اینجا هست، نوشته پاراگراف ستینگ، میرین توی پاراگراف ستینگ نوشته ایندنتیشن، یعنی مربوط به همون ایندنت، اون فرو رفتگی اول پاراگرافه، که مشخص میکنیم فرست لاین، خط اول پاراگراف باید 1 سانتی متر باشه. بعد میزنین ست از دیفالت. یه بار دیگه میگم اگر خواستین یادداشتش کنین، پس میرین توی بالای ورد قسمت پاراگراف، این فلش گوشه سمت راست، قسمت ایندنتیشن، ببخشید یه لحظه تلفن جواب بدم. خب ببخشید، پس میرین توی قسمت پاراگراف، این فلش گوشه سمت راست، ایندنتیشن فرست لاین 1 سانتی متر، ست از دیفالت. خب اینم از این. بعد چیزای دیگه، حالا ببینم تعدادتون خورده بیشتر شد، حالا یه سری نکات دیگه هم خدمتون بگم که بعد یه چیز دیگه در مورد نقطه و کاما، اینا چی داره، اینچ داره، اینا رو دیگه با تنظیماتش برین درست کنین. اینچ درسته؟ این مال هم و اینچ دیگه، دوتا این علامتی که میگه مال اونه. اینا دیگه تنظیماتش مربوط به ورد میشه، الان کارگاه ورد نداره. اجازه بده من اینا رو سریع از روشون رد بشم، بعدن حالا اونا رو دیگه یه کارگاه ورد جدا باید براتون بذارن، چون من خواهم سریع به این نوت برسم. خب بعد دیگه یه چیز دیگه در مورد نقطه و کاما حتما حواستون باشه. ببینه اینجا الان وسط متن اینجا یه دونه کاما داره. خب در این مطالعه کاما بعد کلمه بعدی شروع شده. اینا همیشه حواستون باشه، اینا رو خوب چکشون کنه، اینا خیلی مهمن دیگه. متنتون برای اینکه ظاهر خوبی داشته باشه، مشکلی نداشته باشه، بعد از کلمه کاما بعدش فاصله. صدا نیست؟ صدا هست؟
خب پس کاما و نقطه رو متوجه شدین. نقطه هم همین جوری، ببینین هر جایی که نقطه گذاشتین، حالا خصوصا بعد از رفرنس ها، در مورد رفرنس ها هم بهتون میگم. ببینین اینجا مثلا یه نقطه داریم، می باشد نقطه فاصله. اینجا رفرنس که گذاشتیم بلا فاصله، بعد از رفرنس نقطه فاصله. اینجا که کاما هست بعد از کلمه بلا فاصله، بدون فاصله، یه دونه کاما داریم، بعدش دیگه یه فاصله، یه اسپیس خورده. اینم در مورد نقطه و کاما. بعد دیگه در مورد ابریویشن ها، ببینیم وسط مت، مثلا این الان بیان مسئلهش اول شروع شده، میخواد بگه که در بخش مراقبت ویژه نوزادان. خب همون اول نمیاد بنویسه NICU. وقتی میخواین یه ابریویشن تو مت بنویسین، اولین باری که اون ابریویشن مینویسین باید کامل نوشته بشه. مینویسین بخش مراقبت ویژه نوزادان، تو پرانتز NICU، بعد میایین فوتنوتش میکنیم، اون پایین مینویسین نئونیتال اینتنسیو کیر یونیت. ولی خب این دفعه اوله، برای دفعات بعد اینجا میبینی NICU دیگه بدون اینکه کامل توضیح داده شده باشه بخش مراقبت ویژه و بدون اینکه فوت نوت باشه استفاده شده. پس هر ابریویشن خواستین استفاده کنین، دفعه اول کامل می نویسین، فوت نوتش می کنین، تو پرانتز ابریویشن می نویسین، بعدا دیگه راحت می تونه استفاده کنه. دیگه حالا فعلا همینا، حالا نکته زیاد هست ولی اینا رو حداقل تو ذهنتون باشه رعایت کنید. خیلی خب، حالا دیگه فکر میکنم تعدادتون احتمالا دیگه بیشتر از این نباید باشه. شروع میکنم یه مقدار در مورد این نوت توضیح میدم. گفتم حالا بهتره که داشته باشین این نوت رو، که هر کاری که میگم با هم انجام بدیم. خب کاربردش یه کوچولو توضیح بدم. مثلا کاربرد اندنوت چی هست؟ نرم افزار اندنوتی که استفاده میکنین دو تا کاربرد میتونه داشته باشه، که ما معمولا فقط از یه دونه کاربردش استفاده میکنیم. یکی برای رفرنس گذاریه که همین استفاده رو ما ازش میبریم، یکی هم برای مدیریت فایلا و اطلاعات، یعنی به اصطلاح یک کتابخونه است که میتونیم اون فایلایی که داریم دستبندیشون کنیم، براشون مثلا هر دسته‌ای براشون یه اسمی بذاریم که اینا قاطی نباشن، یعنی به هر فایلی که خواستین دسترسی پیدا کنیم سریع بتونیم اون فایل رو پیدا کنیم. حالا شما اول تحصیلتون هست ولی یه مدت که بگذره پایان‌نامه‌تون شروع کنه، میبینین کلی فایل پی دی اف داره، میخور نامنظم، دسترسی بهشون سخته. اینا رو توی خود نرم افزار اندنوت میتونه اینا رو دستبندیشون کنین و با هر کدومشون یه اسم بذارین که راحت بتونین بهشون دسترسی داشته باشین که بینشون گم نشین. حالا در مورد اینم باز امروز احتمالا صحبت نمیشه، حالا فکر میکنم فرصت نمیشه، میریم سراغ همون کاربرد اصلی که بیشتر ازش استفاده میکنیم برای گذاشتن رفرنس ها. ببینه الان مثلا همین متن که داریم نگاه میکنیم، اینجا سه تا رفرنس داره، 1، 2، 3. رفرنس دیش هم یه مدلی عددیه، حالا در مورد انواع رفرنس دی صحبت میکنم. فرض کنین که شما نرم افزار اندنوت نداشته باشید، همینجوری بخواین رفرنس بدین، میرسیم به اینجا مثلا مینویسین 1، تایپ میکنه دیگه، با اندنوت فرض کنین نداریم وارد نمیکنه، مینویسین 1، بعد اون آخر هم میرین رفرنس کاملش رو دستی تایپ میکنین. خب این آخر، اینجا یک قسمت منابع باید بنویسین، میرین دستی تایپش میکنه. فرض کنید این کار رو انجام میدیم، بعد مثلا یه خورده متنتون یه خورده کامل تر شد، دوباره برمیگردیم میخونیم، میبینیم به نظرتون میرسی یه جمله باید اینجا اضافه کنین، یه جمله دیگه اضافه میکنین، یه رفرنس دیگه میخوای اینجا بدین. خب یه رفرنس دیگه بدین، این باید بشه 1، اون یکی باید بشه 2، بعد این باید بشه 3، 4، اینا همشون عدداشون باید عوض بشه، درسته؟ یعنی خیلی اگر متنتون رو بخونیم بعدم ببینین که یه رفرنس بهتر اون وسط عوض بشه، همه رفرنس ها رو از اول تا آخر دوباره با چک کنه عوضشون کنه. وقتی این نود نداشته باشین اینجوری اگر بخواین دستی وارد کنین، ولی وقتی این نود داشته باشین با نرم افزار این نود میایین همین قسمت یه دونه رفرنس اضافه میکنه، این که اضافه کنه خودش اتوماتیک بقیه رفرنس ها رو تنظیم میکنه.
دیگه این مشکل از بین میره و همین خب خیلی کارتون راحت تر میکنه. بهتر هست که از این نوت استفاده کنه. خام رضایی، اینو رو لپتاپ رو من نصب میشه ولی باز نمیشه، اینجوری که الان متوجه نمیشم، نمیدونم من باید یا حالا بهتر از نشون کسی بدین که نصبش کرده ببینیم مشکلش چی هست. این حالا اندوتامو معمولا کرک دارن، یعنی اندوتام خب اوریجینال نیستن، خریداری نشدن، معمولا کرک دارن، کرکاشون باید نصب کنین. نمیدونم اونو، همین که باید ببینمش، همین که حالا کلنم ما مرحله بعد از این رو توضیح میدیم، یعنی تا این مرحله که شما نصب کردین کاری نداریم، فرضمون برای این که کامل نصب شده هیچ مشکلی نداره، الان میخواین رفرنس وارد کنیم. خب پس کاربردش متوجه شدین کاربرد این نو چی هست؟ خواهش میکنم. خب پس حالا پس متوجه شدیم بهتر است از این نوت استفاده کنه، کارتون راحت تر میکنه، ولی به شرط این که یاد بگیرین خوب ازش استفاده کنین، درست استفاده درست ازش یاد بگیرین. اگر سردرگم باشیم خب بیشتر اذیتتون میکنه. خب حالا رفرنس دهی انواع مختلفی داره، مثلا اون فرمتی که دانشگاه میگه شما رفرنس بنویسیم ونکوور. این الان ببینید فرم دفاع عنوان قسمت منابعش نوشته منابع بر اساس شیوه ونکوور. دو تا شیوه داریم که مشهورترن، بیشتر حالا به گوشتون میخوره، یکی ونکووره یکی هاروارده. ونکوور به این شکله که همین شیوه که شما باید استفاده کنین، وسط متن به هر رفرنسی که رسیدین یه شماره بهش میدین، همینجوری که الان میبینه مثلا این چند تا جمله رو که نوشتین این مربوط به رفرنس شماره یکه، یه شماره میدین، دوباره میرین دو سه چهار پنج، ترتیبشون هم باید به ترتیب باشه، نمیشه مثلا یک بیاد سه بعد بره دو، به همین ترتیبی به اصطلاح میگن به ترتیب حضور در متن رفرنس ها رو میایین بهشون شماره میدین. خب مثلا این متن الان 15 تا رفرنس داره، بعد آخر متن رفرنس ها به شکل کامل باز به ترتیب همون حضور در متن شماره میخورن و رفرنس ها رو کامل مینویسیم. این میشه شیوه ونکوور. پس تو خود متن به ترتیب حضور در متن یه شماره بهشون داده میشه، آخر سر بر اساس همین شماره به ترتیب همین شماره که اینجا گذاشته شده رفرنس ها به شکل کامل نوشته میشن. این میشه ونکوور. هاروارد حالا یه مدل دیگه هست که شما این مدلی نباید بنویسین برای پایان نامتون، ولی احتمالاً توی مقالاتی که تو این دوره میخونه زیاد بهش برمیخونه، مثلا یه متن میبینین که اصلا شماره نداره، رفرنساش با شماره وارد نشدن، اون مدل توی اون مدل اینجا به جای اینکه شماره بنویسه نویسنده و سال می نویسه، وسط متن نویسنده و سال نوشته میشه، آخر متن جایی که رفرنس ها به شکل کامل نوشته میشن به ترتیب حروف الف با اسم نویسنده ها رو میاد مرتب میکنه. الان اجازه بدین یه لحظه من همینم میتونم براتون عوض کنم، مثلا هاروارد بذارم. ببین این مدلی میشه، توی متن نویسنده و سال میاد، آخر متن هم به ترتیب حروف الف با نویسنده رو می نویسه، A, B, C, D این مدلی می نویسه. پس رفرنس دهی رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، دو تا روش اصلی رفرنس دهی داریم، یکی این که توی متن عدد نوشته میشه، آخرم به ترتیب همون عدد ها بعد به ترتیب همون شماره رفرنس ها میان مرتب میشن. یکی از انواع
رفرنس دهی که بی مدل هست ونکووره، ولی خب چیزا دیگه هم هستن. رفرنس دهی انواع خیلی متنوعی داره، ولی اون چیزی که شناخته شده تر هست و این مدلی هست که باش عدد میذاریم ونکووره. یه مدل دیگه داریم که وسط متن نویسنده و سال میاریم که اون چیزی که خیلی شناخته شده تر هست و این مدل نوشته میشه هاروارده، ولی خب مثلا فرض کن آپا هم همین جوریه، وسط من نویسنده و سال میاره، آخرش هم به ترتیب حروف الفا میاره. خب حالا پس الان از بین اینا چیزی که الان بیشتر براتون واجب یاد بگیرین همه ونکووره، که حالا توضیح میدین که چجوری رفرنس ها رو وارد کنه. خب حالا فرض کنین که میخواین همین رفرنس اولی رو اینجا وارد کنین. خب روش ها مختلفی داره، ما اون روشی که از همه ساده تر بهتون میگم فعلا، چیزایی که این جلسه بهتون میگم خب چیزای خیلی کاربردی تر و ساده تر فعلا کارتون را بیفته که بتونین مثلا فرض کنم همه فرم دفاع عنوانتون رو پر کنین. بعدن حالا توی مراحل بعدی اینا یه خورده براتون جا افتاد، شاید مثلا کارگاه دیگه براتون بزنن، یه سری جزئیات دیگه هم بهتون بگن که شاید مثلا بعدن میخواییم مقاله هم بنویسیم، برای مقاله نویسیم هم به دردتون بخوره. خب پس الان کاری که میخواییم انجام بدیم یه دونه رفرنس رو میخواییم وارد ورد کنیم. و اینکه رفرنس رو وارد کنیم گفتن روش ها مختلفیه، ولی بهتر اینه که رفرنس هایی که میخوایم وارد کنه از توی گوگل اسکالر وارد کنه. پس الان ما سه تا فایل میخوایم، همیشه وقتی میخواین رفرنس وارد کنه این سه تا فایلتون باز باشن، یه فایل وردی که دارین داخلش مینویسین، یه فایل اندنوت باید داشته باشین که رفرنس داخلش باشه، و یه فایل اینترنت گوگل اسکالر داشته باشین که رفرنس ها رو از تو گوگل اسکالر اول میاریم تو اندنوت، از تو اندنوت میاریم تو ورد. پس این ستا رو باید داشته باشین. ورد که مشکلی ندارین، اینترنت هم مشکلی ندارین، میارین گوگل اسکالر باز میکنین، فقط میمون اندنوت. خب حالا من اندنوت هم میبندم از اول بازش میکنن، ببینین چجوری باید یه فایل اندنوت بیارین. آم باش خام ساله باش پیامتون خوندم. خب پس میخوایم یه فایل اندنوت باز کنیم و به اصطلاح یه لایبرری جدید، یه کتابخونه جدید ایجاد کنیم. خب من ببینم کجا رو اشتراک دسکتاپ باید بدم یه لحظه. خب الان داریم فایل اندنوت هم میبینیم، من اندنوت رو فقط روش کلیک کردم باز شد، دیگه هیچ کار خاصی انجام ندادم. پس اندنوت باز شد، الان میخوام یه لایبرری ایجاد کنم. یعنی شما بر هر فایل وردی که دارین مینویسین فرض کنه مثلا شما چند تا پروژه همزمان میخواین انجام بدین، مثلا یه تکلیف کلاسی دارین میخواین براش رفرنس بذارین، یه فایل وردی دارین و کنار اون فایل وردتون باید یه دونه اندنوت باشه، یه دونه کتابخونه مربوط به همون اندنوت باشه. مثلا این پروژه کلاسیتونه، یه کار هم مثلا دارین برای پایان نامتون انجام میده، مثلا دفاع عنوان مینویسین، اون یه فایل ورد جدا داره، برای اون فایل وردتون دوباره باید یه لایبرری جدا داشته باشیم. یعنی وقتی چند تا پروژه مختلف دارین، چند تا فایل ورد دارین که هر کدومشون مربوط به یه کارین و رفرنس هاشون با همدیگه متفاوته، در کنار هر کدوم از اون فایل های ورد باید یه دونه لایبرری، یه دونه کتابخونه تو اندنوت ایجاد کنید. خب حالا ببینیم این کتابخونه رو چجوری ایجاد میکنه. میریم توی اندنوت، میزنیم فایل، میزنیم نیو لایبرری، مثلا خیلی نرم افزار دیگه روندشون همین، از توی فایل میریم توی نیو، یعنی میگیم که یه لایبرری جدید بام ایجاد کن. من مثلا میذارم رو دسکتاپ، میگم یه لایبرری جدید روی دسکتاپ بام ایجاد کن. حالا اینا رو من از قبل رو دسکتاپ هم گذاشته بودم، اسمش هم هرچی بخواین میتونیم بذاریم، مثلا این مربوط به همین کارگاه من اسمش میذارم ورکشاپ و سیوش میکنم. الان روی دسکتاپ هم رفت سیو شد و این لایبرری اون کتابخونه که میگم اینه.
الان این کتابخونه مربوط به حالا همین فایل وردی که الان دارم روش کار میکنم. خب که بالاش هم نوشته ورکشاپ. این الان خالی، یعنی رفرنس هم داخلش نگاه کن نوشته all reference صفر، اصلا رفرنس هیچی داخلش نیست. فرمتش به خودش سیو میکنه. یه لحظه اجازه بده من اینو ببندم. نیو، بعد میزنیم روی دسکتاپ. یه گزینه بیشتر نداره، میبینیم فقط نوشته endnotelibrary.inl. دیگه انتخابی نداره، فقط همین مدلی میتونه سیو کنه. بعد رو دسکتاپ که نگاه کنین، الان اینایی که من از قبل، یکی همین ورکشاپی که الان سیو کردم، یکی هم از قبل داشتم، دو تا لایبرری دارم. وقتی که سیو میشه با هر کدوم از لایبرریاتون دو تا فایل میاره. یه فایل شبیه پوش است که دیتا داخلشه، یکی هم همینه که باز میکنه. حالا کاری به اینا نداشته باشه، فقط بدون وقتی سیوش میکنه دو تا فایل سیو میشه، یه چیز عادیه. مثلا برای این ورکشاپ هم دو تا فایل رو دسکتاپ سیو شده. حالا پس من همون فایلی که ایجاد کردم اوپنش میکنم، همون فایل ورکشاپ هم میارم. خب صفر، هیچ رفرنسی داخلش نداره. من باید اول یه رفرنس وارد اندنوت هم کنم، بعد از اندنوت ببرمش تو ورد وارد کنم. برای اینکه توی اندنوت یه رفرنس وارد کنم دو حالت داره، یا اینکه دستی میام توی اندنوت تایپ میکنم که این خورده زمانگیره و ممکن هم هست اشتباه کنید، خصوصا اسم نویسنده خارجی، خب تایپ کردنشون سخته، ممکنه یه حرفی این طرف اون طرف بشه و این اصلا خوب نیست. مخصوصا مثلا یه مقاله بخوایم بفرستیم، اسم نویسنده، مثلا بعدا بخوایم مقاله چاپ کنیم بین المللی باشه، اسم نویسنده رو اشتباه تایپ کرده باشه، اصلا وجه خوبی نداره. حالا حتی ممکنه مشکل قانونی هم داشته باشه. پس تا میشه خودتون تایپ نکنین. از اینترنت، از خود گوگل اسکالر میتونه وارد اندنوت کنه، از اندنوت ببرینش توی ورد. سایت های مختلفی میتونه استفاده کنین، مثلا پاب مد، نمیدونم ساینس دایرکت، هر کدوم از پایگاه اطلاعاتی که برین، هر مقاله ای که سرچ کنین یه گزینه ای تو اون پایگاه اطلاعاتی هست که اونو باید بزنین، اتوماتیک میاد وارد اندنوت میشه. ولی حالا من میگم گوگل اسکالر خیلی راحت تر در دسترس داره. بعد شما تو هر کدوم از این پایگاه اطلاعاتی که برین، میبینین اون دکمه که مربوط به ورود اندنوت، هر کدومشون یه جایی باید بگردین پیداش کنین. و همین ما معمولا روتینمون اینجوریه، هر مقاله که بخوایم میرین توی گوگل اسکالر سرچش میکنین، واردش میکنین. دیگه چشممون عادت کرده که کجا هست، بیشتر باش آشنا هستیم، راحت تر میتونه واردش کنه. به شما هم پیشنهاد میکنم همین کار کنه، از یه دونه پایگاه استفاده کنه که ما معمولا همون گوگل اسکالر استفاده میکنیم، همه یه مقالات هم داخلش هست، نسبت به بقیه پایگاه خیلی جامعه تره، همه مقاله رو یه جا داخلش داره. خب پس الان میخوام یه رفرنس بیارم داخل این. من دوباره باید اشتراک دسکتاپ هم حذف کنم. گوگل اسکالر سرچ میکنم. خب الان میام تو گوگل اسکالر، مثلا یه چیزی هرچی شد سرچ میکنم. خب حالا کاری به مقالش ندارم، فرض کنه مثلا یه مقاله سرچ کنه، مقاله اینه. خب این مقاله رو میخوایم بیاییم وارد اندنوت کنیم. پایین خودش یه گزینه هست import into اندنوت، مقاله رو سرچ میکنیم، میزنه import into اندنوت، یعنی برو تو اندنوت واردش کن، میارش این پایین. حالا ممکنه شما سیستمون توی یه ذره تفاوتای جزئی داشته باشه بر اساس اینکه مثلا کروم استفاده کردن، فایرفاکس استفاده کردن، ورژنش چند باشه، ولی همشو این گزینه رو دارن. معمولا اینجوری وقتی روش کلیک کنین میاره این پایین، میگه که دانلود شد، روش کلیک میکنین، خودش اتوماتیک میره وارد اندنوت میشه. الان من اندنوتم رو براتون بیارم، ببینین الان آوردش تو اندنوت. این الان رفرنس هم صفر بود، الان شد یک، یه دونه اومد اینجا وارد کرد. حالا شما خودتون یه بار وارد کنین، برین تو گوگل اسکالر، این
کار انجام بدین، برین تو گوگل اسکالر یه چیزی هر چی خواستین سرچ کنین، یه مقاله وارد کنین، بیارین تو اینوت ببینین انجام میشه یا نه، که خبر بهم بدین. ها ایمپورت نمیاد، الان بهتون میگم چیکار کنین. شما اولین باره که میخواین استفاده کنین، باید برین تنظیماتش رو درست کنین. الان میگم چیکار کنین، میرین توی اندنوت. الان ببین از من داره ایمپورت این تو اندنوت، قبلا تنظیماتش رو اصلاح کردم. حالا شما که اولین بارتونه، میرین بالای صفحه سمت چپ، این سه تا خطی که هست روش کلیک میکنین، میایین پایین قسمت ستینگ، این چرخ دنده ای که این پایین داره یعنی ستینگ. بعد پایین صفحه نوشته شو لینک تو ایمپورت سایتیشن این تو، اینجا ببینه از من این نوت انتخابی که اون ایمپورتش هم بود، از شما احتمالا یه چیز دیگه است، شاید مثلا بیب تکس هرچی، اینو انتخابش کنه این نوت. پس میری توی ستینگ انتخاب میکنه این نوت و سیو، ایمپورت این تو این نوتتون میاد. خب پس تا اینجا اگر کسی مشکل داشت بگه، کسایی که دارن نرم افزار این نوت همه تونستین از گوگل اسکالر وارد این نوت کنین، اگر کسی مشکلی داره بگه. خب پس تا اینجا اومدیم که اومد تو اندود، حالا از تو اندود میخوایم بیاریمش تو ورد. حالا شما نرم افزار ندارین دیگه، مجبوری فقط نگاه کنین. انشاءالله حالا بعدن که نرم افزار نصب کردین بعدن تمرین کنین. خب حالا از توی اندود میخوایم بیاریمش تو ورد. شما کاری که باید انجام بدین این که اول برین توی خود نرم افزار این نود. حالا الان یه دونه رفرنس بیشتر نداریم، فرض کنم تعداد زیادی رفرنس مثلا 20 تا 30 تا داشته باشیم، شما یه رفرنس خاصی مد نظرتون هست که همون رفرنس رو میخوایم بریم بعدا انتقالش بدیم به ورد. از بین رفرنس ها کلیک میکنین رو همون موردی که میخوایم و انتخاب بشه. این ببینید الان آبی رنگه یعنی انتخاب شده، علامه این انتخاب نیست، روش کلیک میکنه آبی رنگ میشه و انتخاب میشه. پس مرحله اول انتخاب رفرنسی که میخواین. مرحله دوم باید برین توی فایل ورد، میرین توی فایل وردتون، بعد اونجایی که رفرنس باید وارد بشه رو انتخاب میکنه. مثلا من میخوام بعد از این جمله، این جمله که تموم شد اینجا رفرنس هم وارد بشه، نشانگر موستون رو میارین رو اون، کلیک میکنین نشانگر موستون دقیقا میاد همون نقطه که میخواین رفرنس وارد بشه. بعد میرین توی تب این نود. شما وقتی این نودتون نصب باشه، این بالای ورد غیر از تمام تبایی که دارین، این آخر یه تب دیگه اضافه میشه، تب این نوت. الان مثلا از من X8. خب میرین توی تب این نوت گوشه سمت چپ insert citation. این دکمه دو قسمت داره، بالا پایین داره. شما اون قسمت پایینش اونجای نوشته insert citation رو اون کلیک میکنین. گزینه دوم نوشته insert selected citation، یعنی اون سایتیشنی، اون رفرنسی که شما انتخاب کردین تو این نوت آبی رنگ شده، اونو بیاد اینجا اینسرت کن، وارد کن. این دکمه رو که بزنین، این رفرنس خودش اتوماتیک وارد شد. این شد یک، این که شد دو، سه، چهار، دیگه شما را به ترتیب درست کرد. باش، الان دوباره میگه.
پس نگاه کن، الان ما رفرنس رو میخوایم از تو اینترنت وارد ورد کنیم. اول میریم تو گوگل اسکالر رفرنسمون سرچ میکنیم، اون پایین میزنیم ایمپورت تو این نوت، از توی اینترنت از توی گوگل اسکالر میاد توی این نوت. حالا از تو این نوت میخوایم بیاریمش تو ورد، میریم تو این نوت روی رفرنسی که میخوایم کلیک میکنیم که انتخاب بشه، سلکت بشه. بعد میایم تو ورد، اون جایی که میخوایم رفرنس وارد بشه کلیک میکنیم. مثلا بذار من این پاکش کنم دوباره از اول میگم به تو. خب مثلا من میخوام اینجا رفرنس وارد بشه، میام اینجا کلیک میکنم توی اندنوت هم که رفرنس مورد نظرم انتخاب هست، میام توی تب اندنوت بالای ورد گوشه سمت چپ پایین میزنم insert selected citation. این دکمه رو که بزنم خودش اتوماتیک میاد اینجا اضافه میشه و ترتیب رفرنس ها همه رو خودش درست میکنه. الان شما برین چی پرسیدین؟ چجوری فایلی که دانلود کردیم و داخل لایبرری ایمپورت کنیم؟ ببینین شما میرین توی، بذاریم یه بار دیگه از تو گوگل بگم چی کار باید انجام بدین. خب ببینید شما میایین تو گوگل اسکالر، مثلا اون کیوردهایی که میخواین سرچ میکنین، مقاله مورد نظرتون انتخاب میکنین، اینجا میزنی ایمپورت این تو این نوت، روی این دکمه کلیک میکنین، دانلود میشه میاد این پایین، فقط روش کلیک میکنه، رو اون دانلود شده فقط کلیک میکنه، دیگه هیچ کاری دیگه نباید انجام بده. حالا شما سیستمتون شاید یه ذره فرق داشته باشه، یعنی بعد از اینکه روش کلیک میکنین مثلا ازتون میپرسه که کجا میخواین واردش کنین، میرین مثلا اون لایبرری که ایجاد کردین اون لایبرری رو براش انتخاب میکنین. شاید یه کوچولو مثلا سیستم شما با اینی من گفتم فرق داشته باشه. خام ظاهر متوجه شدین؟ درست شد؟ بقیه اگر سوالی دارن بپرسن. کل رفرنس شما شاید الان بهتون یه لحظه، شاید مثلا اون وردی شما دارین استفاده میکنین توش خیلی متن ننوشته باشه. الان ببینیم، من الان چون وردی که استفاده کردم پره دیگه، کلی متن نوشته شده، فاصله زیاده. اینجا رفرنسشو وارد میکنه یک، بعد میام پایین یک و این پایین آخر وارد میکنه، همون چیزی که در مورد پین چیز کردم وارد کردم همون اینجا وارد کرده. شما چون وردتون خالیه این دوتا خیلی به هم نزدیک میشه، یعنی اون شماره که وسط متنه با این رفرنسی که این آخر وارد میکنه دوتاشون میچسبن به هم دیگه. فایل دانلودی رو گفتم کار خاصی نداره، فقط باید رونی که دانلود شده کلیک کنین، فقط بزنین روش خودش خود به خود میره تو این نوت. حالا نمیدونم، بازم باید ببینمش، الان متاسفانه حالا اینجوری مجازیه نمیدونم مشکل چیه. در مورد مندلی، مندلی خب یه سری امکانات بیشتر داره، فضای ابری میده، یعنی میتونه مثلا فایلایی که دانلود کردیم اونجا تو فضای ابری به اصطلاح میگن اون کلاودایی که حالا روش ها مختلفی هست میتونیم بگیرین، یه فضا ابری بهتون میده که مطالبتون هم میتونین اونجا بذارین که دیگه مشکل جابجایی نداشته باشین، هر جا میرین مثلا فایل پی دی افتون همراهتون باشه،
یه سری مندلی حالا یه سری مزایا داری، خورد بهتر اگر اون فرصت کنی یاد بگیرین. وقتی همه مطلب تموم شد ما باید رفرنس بدین یا نه بعد از اینکه هر متن رو می نویسیم؟ بهتره که همون موقع رفرنستون بذارین، یعنی شما وقتی دارین یه متن رو می نویسیم باید تمرکزتون رو همون محتوایی باشه که دارین می نویسیم، یعنی اون رفرنس خیلی ذهنتون به هم نریزه. هر جمله ای که نوشتین فکر میکنین الان یه رفرنس میخواد، بلافاصله رفرنسشو میزنه. خوبیه این نرم افزار مدیریت منابع همینه که بهتون کمک میکنه همون لحظه رفرنس رو بزنه، دیگه اصلا فکرتون مشغول این نباشه که مثلا قرار باشه یه جایی رو یادداشت کنه این رفرنس چی بود که بعدا یادم نره و اینا. حتی مثلا یه رفرنسی هم که فکر میکنین بعدا شاید خیلی به دردتون نخوره، ممکنه پاکش کنین و اینا، ما مثلا روتینتون باید اینجوری باشه بلافاصله رفرنس رو وارد کنین که بعدش یادتون نره. خب پس تا اینجا متوجه انشالله شدین، حالا شما یه سریاتون که نرم افزارا رو نداره ولی حالا تا همین حد متوجه شدین رفرنس چجوری وارد اندنوت میشه. حالا یه سری نکات جانبی هست که باید بدونین. این که مثلا فرض کنین که ببینید این چیزایی که اون شمارهایی که وسط متن میذاره به اصطلاح بهشون میگن سایتیشن. اجازه بده من دست اشتراک حساب بدم. این عددایی که وسط متنن به اصطلاح تو اندنوت بهشون گفته میشه سایتیشن. الان این بالا رو تو تب اندنوت نگاه کنین، این پایین و این گزینه‌ها نوشته سایتیشن، یعنی اینا مربوط به اون عددایی هستن که وسط متن آورده میشه. اینجا نوشته بیبلیوگرافی. بیبلیوگرافی به این رفرنس هایی که این آخر میذاره یا به اصطلاح به لیست رفرنس ها به اصطلاح تو اندنوت میگه بیبلیوگرافی، یعنی این آپشن هایی که این بالا هستن عمدتا مربوط به اینا. خب حالا شما بعد از این که حالا مثلا فرض کنه فرم دفاع عنوان پروپوزالتون که نوشتین، بعدش باید چک کنین این رفرنس هایی که آخر نوشته میشه به اصطلاح همین بیبلیوگرافی ها رو، اینا رو چک کنین ببینین درست وارد شده یا نه. چون شما وقتی از گوگل اسکالر وارد میکنین خب حالا همون لحظه شاید خیلی چک نکنه که همون قسمتاش درست وارد شده یا نه، مخصوصا برای رفرنس ها فارسی مشکل پیش میاد، یعنی مثلا بعدن که رفرنس وارد کرده میای چک میکنه میبینه مثلا یکیشون سال نداره، یکی شماره صفحه نداره، که بعدن مجبور میشیم برین چک کنه ببینه شماره صفحه اون مقاله تو مجله چی بوده، بیاین دستی وارد رفرنس کنین و اصلاحش کنین. خب حالا برای این کار این رفرنس دومی رو، حالا اولی رو یه ذره حالا بذار این دومی رو بهتون میگم، این دومی رو نگاه کنین. اول باید بتونین این رفرنس قسمت مختلفش متوجه بشین چی هست که بعدن چکش کنین ببینه درست وارد شده یا نه. این الان میشه فامیل، اسم کوچیک و با یه حرف، یه حرف یا دو حرف انگلیسی بستگی به اسمش داره. مثلا فرض کنه تو فارسی مثلا اگر محمد رضا باشه می نویسه ام آر، این اسمایی که دو تیکه ای هن. پس اینی که کامل می نویسه فامیله، با یه فاصله اسمو می نویسه بعد کاما، بعد دوباره فامیل فاصله اسم، اول اسم کوچیک کاما، این به این ترتیب می‌نویسه. پس اونایی که یه حرفن میشن اسم کوچیک، اینا اسم و فامیلن، بعد آخرش نوشته ات ال. باشه خام خاجوی. خب پس اسم و فامیلا رو از اول شروع میکنه می‌نویسه، آخرش نوشته ات ال. بعضی از این رفرنس ها ببینید الان ات ال نداره، اون بالایی داره، بعضیاشون دارن بعضیاشون نداره، این الان دوباره نداره، این یکی داره. وقتی تعداد اسمای یه دونه مقال خیلی زیاد بشه و هر کدوم از شیوه های رفرنس دهی خودشون یه استانداردی دارن، استانداردش رو با هم دیگه فرق میکنه. مثلا این فرض کنین از 6 تا اسم اگر بیشتر بشه دیگه، مثلا فرض کنین 10 تا اسم باشه، 10 تا نمیاد ردیف همه رو بنویسه، از 6 تا که بیشتر بشه بعدش یه اتعل میذاره باشه، یعنی اینا هنوز هم تعداد اسمای بیشتری بوده ولی حالا ما دیگه ننوشتیم چون تعدادش رو خیلی زیاد بوده، بعد نقطه میذاره، بعد اسم مقاله رو اینجا کامل مینویسه، بعد دوباره نقطه، بعد اینجا اسم مجله رو مینویسه، دوباره نقطه، سال،
بعد از سال والیوم مجله، بعد ایشوی مجله، دو تا نقطه، شماره صفحه، آخرش یه نقطه. یعنی شما رفرنساتون که نوشتین تموم شد، آخر سر حتما یه چک بال بکنه ببینه همه اینا باشن. اسم فامیلا کامل، اسم مقاله، اسم مجله، سال، والیوم، ایشو، دو نقطه و شماره صفحه، نقطه، کامل. همه اینا باید باشن. حالا اینا که حالا همشون متوجه شدن، فقط همین والیوم ایشوی که گفتم شاید متوجه نشده باشین منظور چیه. بذارم براتون تایپ کنم. والیوم، ببینه هر مجله دو تا شمار، هر نسخه مجله که چاپ میشه دو تا شماره بهش میدن. والیومش میشه سال چندمه که اون مجله داره چاپ میشه. مثلا فرض کنیم مجله اگر 5 ساله داره چاپ میشه، الان سال پنجمشه، والیومش میشه 5. ایشو میشه تو اون سال دفعه چندمه که داره چاپ میشه. مثلا فرض کنه بعضی مجله هر 2 ماه یه بار میان انتشار میکنن، بیرون میدن مجله، بعضی هاشو مثلا سالی یه دونه فرق میکنه با هم دیگه. پس والیوم میشه سال چندمه اون مجله داره چاپ میشه، ایشو میشه تو اون سال دفعه چندمه که داره چاپ میشه. خب اینم از این. یعنی یه جوری میخوایم آدرس بدیم به اون مقاله مورد نظر که میگه مثلا سال فلان، شما ایشوی فلان، شماره صفحه فلان، که مشخص بشه مقاله از کجا اومده. ترتیبشون مهم نیست، شما ترتیبش، این خود اندو ترتیبشون درست میکنه، شما از نظر ترتیب مشکلی براتون پیش نمیاد. فقط یه جایشون گفتم، مخصوصا رفرنس های فارسی رو وقتی وارد میکنه یه جایشون ممکنه یکیشون تو بیفته، مخصوصا این قسمت های آخری. مثلا ممکن شماره صفحه نباشه، ولومیشون نباشه، سال نباشه. ترتیبشون خودش درست میذاره، شما فقط چک کنید چیزی ازش حذف نشده باشه. خب حالا ببینیم مثلا فرضاً همین رفرنس اگر یه جای یه چیزیش هست شده باشه باید چیکار کنه. مثلا فرض کنه سال نداشت، میایم توی، حالا بذاری این بالایی رو میگم، همینی که الان وارد این نوت شدیم، فرض کنه این مثلا سال نداشت، اینم حالا چک کنه. مثلا نگاه اسماش هست، اسم و فامیل، اسم آخرش اتل گذاشت، یعنی هنوز چند تا نویسنده دیگه هم بوده، نقطه، اسم مقاله، اسم ژورنالش پینه، سال، والیوم، یعنی 160، خب خیلی زیاد، سال و والیوم، ایشو و شماره صفحه، اینا رو وارد کردم. خب حالا فرض کنیم مثلا تو همین مجله، الان بذارید تا الان خودم اینو یه تغییر بهش بدم. خب به سوال پرسیدین که اگر یه رفرنس رو اشتباهی به لایبرری اد کنیم چطور باید حذفش کنیم؟ چشمی الان توضیح میدم. خب اینو من بگم، ببین الان توی این رفرنس ها فرض کنین این رفرنس شماره 2،
رفرنس شماره دو گفتم فرض کنید یه چیزش اضافی باشه، یه چیزی هست شده باشه، مثلا اینجا الان شماره سال نداره. خب بعد ببینید شماره سالش چجوری باید اصلاح کنه. میریم توی این نوت اسمش کانگ. خب میریم توی این نوت اون رفرنس این بود. خب اونه که شماره سال نداره. الان اینجا تو پریویوش هم نگاه کنه، هر کدوم از رفرنس ها که روش کلیک میکنه اینجا تو پریویوشون هم میتونیم چک کنه. یعنی این پریویوی که اینجا نوشته همون مدلیه که توی ورد نوشته شده، دقیقا همونه. اینجا ببینید سال نداره، حالا میخوایم سال بهش اضافه کنیم. میریم روی رفرنس مورد نظر دوباره کلیک میکنیم، اطلاعاتش اینجا نوشته شده، چک میکنه ببینه کدوم که از اطلاعاتش ناقصه، اونو دسته میایم پر میکنه. ببینیم به ترتیب اسم نویسنده ها نوشته، فامیل و اسم. فامیل اسم، فامیل اسم، فامیل یه کاما بعد اسم. این کاما مهمه، بعدش بهتون میگم. بعد سال ببینید جا سالش خالیه، میایم دستی پرش میکنه. مثلا می نویسیم 2019 فرزن، حالا هرچی سالش بود بعد خودتون میرین چک میکنه تو فایل پی دی افش. عنوان داره، اسم ژورنال داره، والوم ایشو، شماره صفحه، همه اطلاعاتش بود، فقط سالش نبود، اومدن سالش اینجا وارد کردن. اصلاحات که انجام داره هیچ دکمه ای نداره که بزنین سیو. برای اینکه سیو بشه پنجره رو میبندین، ازتون میپرسه میخواین آیا تغییرات اعمال کنه یا نه، سیو کنه یا نه، میزنین یس. پس دکمه ای سیو نداره، شما خودتون میرین میبندینش، وقتی میبندینش ازتون میپرسه میخواین سیوش کنه یا نه، میزنین یس. الان ببینید تو پریویوش نگاه کنیم، میبینید 2019 اومد درست شد. بعد دوباره میرین توی فایل وردتون، توی فایل ورد، تو فایل وردتون ببینید این رفرنس دومی بود، رفرنس دومی سال نداشت. الان هم نگاه کنیم با اون که تو رفتین تو این نوت تغییرات رو دادین سال اضافه کردین، بازم اینجا سال نیست. برای اینکه درست بشه میریم بالا توی همه قسمت بیبلیوگرافی، اینجا یه دکمه داره آپدیت. هر وقت هر مشکلی پیش اومد، یعنی هر تغییراتی که ایجاد کردیم بعد دیدین تغییرات اعمال نشده، میرین این دکمه آپدیت رو میزنین، آپدیت سایتیشن و بیبلیوگرافی. ببینین سال اومد، خودش اضافه شد. اینجا رو متوجه شدین، خودتونم یه بار اینو انجامش بدین. یعنی حالا رفرنساتون الان به هم بریز اشکال نداره، الان شما هر کدومتون که فایل این نوتو دارین تو این نوتتون یه دونه رفرنس حداقل الان وارد کردین، برین تو همون رفرنسی که وارد کردین دوبار کلیک کنین، بعد یه جایش یه تغییر بدین، حالا مهم نیست، مثلا سالشو برین عوض کنین. خب پس رفرنستون باز میکنین، سالشو عوض میکنین، بعد چک کنه ببینین تو ورد اون تغییر ایجاد میشه، اعمال میشه یا نه، یه خبر بهم بدین. سوال شما هم بعدا جواب میدم خواهم ظاهر. فکر میکنم خواهم مهندس ضبط کرده باشن خواهم ساله. چجوری اطلاعاتش؟ میرین توی خام رسایی، میرین توی خود نرم افزار این نوت روی، بذاری من ببینم الان چی اشتراکه، استاپ. میرین توی این نوت. خب الان شما توی نرم افزار این نوتتون حداقل یه دونه پیدا کن، یه دونه رفرنس دارین، رو هر کدوم رفرنس ها خواستین تغییر بدین دوبار کلیک میکنین باز میشه. برین مثلا سالشو عوض کنین، سالشو که عوض کردین میبندینش. حالا من چون عوض نکردم دیگه، فرض کنین 2018 سالش عوض میکنین میبندینش، ازتون میپرسه میخواین سیو کنین یا نه، میزنین یس. بعد اینجا تو پریویو که نگاه کنین میبینه سالش عوض شده، قبلا 2019 بود الان شد 2018.
بعد میرین توی فایل وردتون. تو فایل ورد که میرین میبینین که این هنوز همون 2019 18 نشده. و اینکه این عوض بشه باید دکمه آپدیت رو بزنیم. میزنی آپدیت شد 2018. خب اینم از این. حالا باز دوباره موردهای دیگه که ممکنه پیش بیاد، ممکنه که مثلا شما رفرنسی که دارین استفاده میکنین متن اون مقاله‌ای که دارین استفاده میکنین متنش فارسی باشه، فقط یه دون ابسترکت انگلیسی داشته باشه، که خب خیلی پیش میاد این مدلی داشته باشین. اگر مقالتون انگلیسی باشه کامل، یعنی هم ابسترکتش هم متنش انگلیسی باشه، هیچ مشکلی نداره، همینجوری که گفتم وارد میکنید. ولی اگر مقاله‌ای که استفاده میکنیم متنش فارسی باشه، فقط یه دونه ابسترکت انگلیسی داشته باشه، یا کلا هم ابسترکتش هم فارسی باشه، رفرنسی که وارد میکنین آخرش تو اون قسمت بیبلیوگرافی، اون رفرنس هایی که آخر فایلتون میاد، یه جایی باید توی براکت بنویسیم پرژین که مشخص بشه اون مقاله که استفاده کردیم متنش فارسی بوده. حالا اینو ببینیم چیکارش باید انجام، چیکار باید انجام بدیم. میرم توی فایل این نوت. همین رفرنسی که الان روش کلیک کردم، فرض کنین این متنش فارسی بوده. خب با اینکه مشخص بشه فارسی بوده، این آخر یعنی بعد از اینکه شما رو سفر نوشته، اینجا باید یه براکت باز بشه آخرش بنویس پرژن. برای اینکه اینو اضافه کنیم روی همین رفرنس دوبار کلیک میکنین، میای اونجایی که شما رو صفحه هست، بعدش مینویسین یه دوتا براکت میارین و مینویسین پرژن. باز مثل قبل جایی نداره سیو کنیم، میبندینش. از تو میپرسه میخواین سیو کنین یا نه، مینویسین میگین یس، میرین تو پریویو نگاه میکنین، تو پریویو چک کنین ببینه آخرش بعد از شماره صفحه نوشته پرژین، بعدش هم نقطه، یعنی همون تغییری میخواستین اتفاق افتاده. بعد میرین توی ورد، بعد میرین توی ورد ببینه اون تغییر هنوز اعمال نشده، یعنی آخر این رفرنس شماره دو هنوز پرژین نیست، میزنه آپدیت پرژین بهش اضافه شد، یا مثلا این قبلی رو من قبلا خودم اضافه کرده بودم، یه پرژینی آخرش هست. پس مقالاتی که متنشون فارسی هست حتما حواستون باشه که این پرژین اضافه بشه. مقاله که حتی ابسترکت انگلیسی هم نداره چجوری رفرنس انگلیسی بدیم؟ اینا رو میگن که حتما باید انگلیسی باشه، یعنی فارسی اصلا ننویسیم. مثلا من خودم برای پایان نامه دکترام همچین مشکلاتی داشتم، مثلا بعضی از اون مقالاتی که استفاده میکردم مال رشته علوم انسانی بود، علوم انسانی ها معمولا اینجوری هن که حتی ابسترکت انگلیسی هم نمینویسن، کامل فارسی هن. دیگه بر اساس حالا فرمتی که خود دانشگاه داره بهم گفتن که باید خودت بنویسی، یعنی خودت ترجمه کنی، اسم رو انگلیسی، اسم نویسنده رو انگلیسی بنویسی، عنوان مقاله رو هم خودت ترجمه کنی، انگلیسی وارد کنی. حالا این مدلی هم بذاریم بهتون بگم، یعنی اینکه شما توی این نودتون اصلا خالی خالیه، یعنی اینکه اینجوری نیست که یه جایش اشتباه باشه بخواییم برین اصلاحش کنی، کلا رفرنس رو از اول خودتون میخواییم بنویسی، یعنی اصلا تو اینترنت نیست که از اونجا بخوایم وارد کنیم بیارین توی این نوت. اینم الان سوالی پرسیدین، خب خیلی به موقع بود، الان در موردش توضیح میدم. میرین توی این نوت، خب فرض کنین اون رفرنس مد نظرمون مال یه دونه مجله است، یعنی یک مقاله ای که تو مجله چاپ شده،
ولی تو اینترنت تو گوگل اسکالر هیچ جا نیست که ما بتونه ایمپورتش کنیم بیا تو اندنوت، خودمون باید دستی بنویسیم. که اول جلسه گفتن تا جایی میشه خودتون دستی ننویسین، جایی ممکن اشتباه بشه و اینا، ولی خب یه وقتایی دیگه مجبور میشیم. و اینکه رفرنس جدید بخوایم وارد کنین، میریم بالای اندنوت نوشته references، میزنین نیو رفرنس، گزینه سومی references، فایل ادیت references، نیو رفرنس. خب همین رو براتون باز میکنه ولی خالی سفیده، دیگه خودتون باید پرش کنه. از بالا شروع میکنین، رفرنس تایپ، نوع رفرنستون، حالا این انواع مختلفی دارن، حالا جلوتر یکی دو تا نمونه دیگه بهتون در موردش صحبت میکنن دیگه چه مدلی ممکن وارد کنه، ولی اکثر رفرنس های شما وارد میکنین از بیش از 90%شون مقالن، یعنی همین جورنال آرتیکلن. مثلا کتاب کمتر پیش میاد استفاده کنین، نمیدونم مقاله کنفرانسی مثلا کمتر پیش میاد، بیشتر مقالاتون، بیشتر رفرنساتون مقالن، اونم مقاله ژورنالی هست. پس اکثرا مجبور میشن، یعنی اکثرا باید همین ژورنال آرتیکل رو انتخابش کنه. پس ژورنال آرتیکل انتخاب میکنه، بعد اسم نویسنده. اسم نویسنده اگر یادتون باشه، حالا قبلا هم یه اشاره بهش کردم، اول فامیل، بعد کاما، بعد اسم کوچیک. مثلا من اسم خودم بخوام وارد کنم اینجوری، رزبان کاما فریده. بعد حالا اینا رو هر جای شک کردین که اشتباه درست وارد کردین یا نه، ببندینش تو پریویوش چک کنه ببینین درست وارد میشین یا نه. الان اگه بخواین چکش کنه میبندینش، میپرس میخواین سیف کنه یا نه، میزنم یس. اینجا ببینید رزبان F درست خورده، ولی مثلا اگر این کاما رو نذارین، فرض کنید بدون کاما بذارم، اگر کاما نباشه اینجوری میشه، اول اسم کوچیک میاد بعد فامیل میاد، یعنی اشتباه میشه. پس فامیل کاما اسم کوچیک. بعد خب دیگه بقیه اطلاعات هم وارد میکنه، سالش مثلا سال 2000 رو نمیدونم چند جدید تر مثلا سال مثلا 2018، عنوانش هرچی هست میزنین، مثلا فرض کنه جورنالش هم مثلا اینه، کلوم ایشوش هم نگاه میکنین تو خود همون فارسی که میگین کامل فارسی، اونم حتما یه جایشون کلوم ایشو هست، ولومش میزنیم، ایشوش میزنیم، شمار صفحش هم میزنین دیگه، همینا دیگه. پایینش هم گزینه بیشتری هست ولی اونا دیگه لازم نمیشه، اونا رو حتی اگر واردشون کنیم بعدا تو رفرنستون نمیاره. خب این اطلاعات وارد کرده میبندینش، میگیم خواهی سیف کنه یا نه، میزنه یس. اینجا براتون میاره اسم نویسنده ها، اسم ژورنال، اسم عنوان مقاله، اسم ژورنال، سال، والوم ایشو، شماره صفحه، همه رو براتون میاره. که حالا اگر فارسی باشه که دیگه آخرش اون پرژین هم میاره. خام ظاهر گفتن که ادیت رفرنس هرچی میزن نمیتونه اطلاعات تغییر بدن، اینا رو میگن باید حضوری باشه، اینجوری نمیدونم مشکل چیه، چون متوجه نمیشه. حالا شما کلیتش یاد بگیرین، حالا بعدن اگر دانشکده اومدین من هستم در خدمتون. خب اینم از این که این مدلی بخوایم وارد کنین. بعد دیگه موضوعات دیگه که ممکنه براتون پیش بیاد، خب گفتم این رفرنسی که الان وارد کردین رفرنسش ژورنال آرتیکل بود. حالا غیر از ژورنال آرتیکل ممکنه مثلا مدل مختلفی از رفرنس ها دیگه هم قرار باش وارد کنه. مثلا یه وقتایی ممکنه یه متنین رو از یه کتاب گرفته باشین، کتاب رو بخواین رفرنس بدین. اجازه بدین اینم بهتون بگم که چجوری به کتاب رفرنس میدین. باید برین توی به جای گوگل اسکالر، این دفعه برین تو گوگل بوک. خب میرین تو گوگل بوک، مثلا بزنین کریتیکال کیر نرسینگ،
خب هر کتابی که میخوایم باز میکنین، اینجا هم یه گزینه داره، باید بزنه ایمپورت تو اندنوت، ولی این جاش خیلی دم دست نیست. این قشنگ دقت کنه ببینه از کجا باید بیارین. پس من برمیگردم، میرین تو گوگل بود کتابی که میخواین سرچش میکنیم، کتاب رو روش کلیک میکنیم که باز بشه. بعد از اینکه باز شد میای سمت چپ، سمت چپ یه خورده اینو باید بکشین پایین، پایین اینجا باید یه جای پیدا کنین نوشته about this book، میزنی روی about this book، میایم پایین دوباره صفحه، اینجا نوشته endnote، روی endnote کلیک میکنین میره توی endnote وارد میشه. اینو یه بار انجامش بدین ببینین جایش مشکل دارید. از اول باش، من یه بار دیگه الان توضیح میدم. میرین توی گوگل بوک، تو گوگل بوک هرچی که میخواین سرچ میکنین، کتابی که میخواین پیدا میکنین. کتابتون که پیدا کردین روش کلیک میکنیم کتاب باز بشه. کتابی که باز شد میایین گوشه سمت چپ، گوشه نه البته، میایین سمت چپ، باید این گزینه رو پیدا کنید که نوشته about this book، روش کلیک میکنین، دوباره میایین پایین 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 صفحه، آخر صفحه یه جای این وسط نوشته endnote، روی endnote کلیک میکنین. متوجه شدین یا اگر لازم دوباره بگم؟ خب حالا البته کتابا رو، بعضیاشون، بعضی از کتابا رو اگر تو اسمشون تو گوگل اسکالر هم سرچ کنین از اونجا هم میتونین بیان، یعنی خیلی از کتابا اونجا هم هستن، فرقی نمیکنه. ولی گاهی اوقات ممکن تو گوگل اسکالر پیداشون نکنه، قرار باش بیاین تو گوگل بوک از اینجا وارد کنین. ولی خب کمتر پیش میاد از کتاب بخواین استفاده کنه، عمدتا همون چیزند، مقاله ژورنالی. خب حالا یه مورد دیگه هم که ممکنه پیش بیاد، یه مدل دیگه رفرنس بخوایم وارد کنین غیر از ژورنال آرتیکل و غیر از کتاب، ممکنه مثلا از یه سایتی بخوایم استفاده کنه، به یه سایتی رفرنس داده باشین. سایت هایی که بهشون رفرنس میدین، سایت هاش حتما باید معتبر باشن. مثلا هر وبسایتی مال مثلا یه شخص خاصی باشه، یه شخص مثلا یه کسی مثلا من مثلا یه سایتی داشته باشم، به اون نمیتونین رفرنس بدین. مثلا فرض کنین به سازمان جهانی بهداشت میتونین رفرنس بدین، مثلا سایت مثلا وزارت خونه میتونین رفرنس بدین، نمیدونم مثلا یه خبر خاصی تو سایتی یه دانشگاه چاپ کرده باشن، به اینجور جا میتونین رفرنس بدین. یه سازمانی باید باشه که اون سایت مربوط به یه سازمان معتبری باشه که بتونه بهش رفرنس بدین. حالا مثلا فرض کنین همون سازمان جهانی بهداشت، ببینی اون چجوری میتونه بهش رفرنس بده. من یه سایتی میارم که مربوط به همون سازمان جهانی بهداشت باشه، برای شما میذارم اگر خواستیم وارد همین صفحه بشین. خب اینو الان چیزی که اینجا میبینین در مورد برست کانسر تو سایت سازمان جهانی بهداشت نوشته. فرض کنه مثلا تو این صفحه یه آماری داده، شما میخواین اون آماره رو بنویسین و رفرنس بدین به سازمان جهانی بهداشت.
خب چیزایی که باید وارد کنین توی رفرنستون، یکی یو آر ال، همین چیزی که این بالا نوشته و من تو اسکایروم براتون گذاشتم، تو رفرنستون باید این یو آر الش رو حتما وارد کنین. اسم سازمان، یعنی اینجا دیگه اسم نویسنده نداریم، اینجا اسم سازمان داریم. اسم سازمان وارد میکنیم که همون World Health Organization هست. عنوان اون مقاله رو، این یعنی مقاله که اینجا هست، البته خب مقالهش دیگه ژورنالی نیست، مقاله که توی سایتی نوشته شده، عنوانش هست بریست کانسر. یه تاریخ اینجا داره، تاریخش 26 مارچ 2021. الان فکر میکنم نوامبر، این یعنی مال چند ماه پیشه. یعنی شما وقتی میخواین رفرنس یه سایتی رو وارد کنین، دو تا سال باید براش بنویسین، دو تا تاریخ باید بنویسین. یکی تاریخی که اون مقاله نوشته شده، همون چیزی که تو سایت نوشتن که الان مثلا مال چند ماه پیشه، یکی هم تاریخی که من الان دارم میخونمش و الان دارم رفرنسش میدم. پس یه تفاوت اصلی که با بقیه رفرنس ها داره این که دو تا تاریخ داخلش وارد میکنه. خب حالا همینو ببینیم چجوری میتونیم تو اند نوت وارد کنیم. خب اینجا که وارد شدین، دوباره باید یه رفرنس جدید یعنی به اصطلاح همون قسمت نیو رفرنس باید برین، چون دوباره صفحتون سفید هیچی نداره، از اول خودتون همه چیز باید وارد کنین. میرین بالا گزینه سوم رفرنسز، میزنین نیو رفرنس، بعد از این بالا که نوشته رفرنس تایپ، دیگه نوع رفرنستون الان دیگه ژورنال آرتیکل نیست، الان دیگه وب پیجه. میرین پایین 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 نوشته وب پیج، وب پیج رو وارد میکنین. خب اطلاعاتی که وارد باید بنویسین، اسم نویسنده که شد همون اسم سازمان، سال، این سالی که اون مقاله نوشته شده یعنی همون چیزی که تو سایت بود، عنوانش که نوشته بود برای اسکنسر کانسر اونو مینویسین. دیگه یه چند تار باید خالی بذارین، حالا بذارین یکی یکی من باید تو وارد میکنین. نویسندهش پس شد سالش نوشته 2021، عنوانش نوشته برست کانسر. بعد دیگه میایم پایین تر، یه یو آر ال گفتم وارد کنه، این یو آر الش خیلی پایینه، خیلی باید بیاین پایین تر تا بتونه این جایی که URL هست رو ببینه. از بالای این همون کروم، گوگل کروم کپی میکنیم، میاره اینجا پیست میکنیم و قرار شد یه سال دیگه هم بنویسین. یه سال دیگه اینجا دیت سایتد، یعنی اون تاریخی که ما الان داریم اون رفرنس وارد میکنیم و اون مطلب خوندیم که هست نوامبر 2021. همه اطلاعات وارد میکنیم، بعد میبندینش، میپرسه میخواین سیو کنین یا نه، میگیم یس، بعد بیاین پریویوش رو چک کنین درست باشه. پریویوش نوشته World Health Organization، عنوانش بریست کانسر، تاریخش 2021 که اون تاریخ ما خوندیم 2021، که حالا اینجا اتفاقی دوتا تاریخ مثل همدیگه شدن. خیلی وقتا میبینه مثلا تو همون سازمان جهان بهداشت یه مطلبی میخونیم مال 2018 ولی الان مثلا 2021، دوتا تاریخ کاملا متفاوت میفتن کنار همدیگه. و آخرش هم URLش هم که نوشته URL رو توی سایت کدوم قسمت بنویسم؟ الان میارمش. خب
خب اینجا همون سایت که میبینی قسمت بالا، همون جایی که آدرس سایت وارد میکنیم، URL منظورمون همون آدرس سایت، یعنی دقیقا همون صفحه، همون پیجی که باز کرده دقیقا آدرس همون پیجه. از این بالا اینو کپی میکنین. خواهش میکنم این رو وارد کنین، اگر هر جایی سوال داشتین بپرسین، هر جایی هم که شک کردین، مثلا فرض کنه الان نگاه کنه احتمالا چند تا دیت میبینین، چند جا میبینین که برای تاریخ گذاشت، هر جا که شک کردین اون صفحه رو ببندین، از تو میپرس میخواین سیو کنین یا نه، سیوش میکنه و تو پریویو نگاه میکنین، هر جا شک کردین یه چیزی وارد کنه و تو پریویوش چک کنه ببینین درست وارد شده یا نه، اگر دیدین اشتباهی تغییر دوباره روش بدین و دوباره از اول چکش کنه. هر وقت نوشتین، یعنی هر وقت تمرین کردین خبری بدین، اگر جایی سوال دارین بپرسین، اگرم نه که برم ادامه مطالب. خب بقیه هم هر وقت انجام دادم بگن. خب قسمت نیو انتخاب میکنه، مشکلی که نیست نه، یعنی فقط یه مقدار جاش فرق داره. ببین الان مثلا من توی نه، خب پس اون نیست، یه لحظه اجازه بده من از این نوت خودم بیارم. یا الان اینجا تو فایل بزنیم نیو که یه لایبرری جدید ایجاد میکنه، همون مثل همون دفعه اول که این لایبرری رو توی دسکتاپ ذخیره کردم آوردم اینجا، پس اون نیست. الان شما توی رفرنس، اون قسمت رفرنسز بزنید نیو رفرنس نمیاره، اگر نیاورد جای دیگه هم هست اجازه بده. آه اینجا مثلا بالای الان میبینی من موس کجا آوردم، تو همون لایبرری تو اون قسمت بالا نوشته نیو رفرنس، یا حالا یه شورتکات هم بهتون داده کنترل ان، این کنترل ان هم میتونه بزنید.
خب پس حالا چیزایی که تا اینجا گفتیم که رفرنس رو از گوگل اسکالر چجوری میتونیم وارد کنیم، اگر متنش فارسی بود چجوری این پرژین بهش اضافه کنیم، اگر کتاب بود چجوری وارد کنیم. کتاب هم از تو گوگل بوک میشه، هم خیلی هاشون از توی گوگل اسکالر هم میشه. اگر آدرس یه وب پیجی سایت خواستیم چیکار باید انجام بدیم؟ خب اینا رو گفتم، انشالله که متوجه شده باشی، مشکلی نباشه. حالا یه سری ریزکاری های دیگه هست در موردشون صحبت میکنم. این فایل ورد رو بیارم. یه وقتای پیش میاد یه مطلبی که می نویسین، فرض کنید یه جمله‌ای که می نویسین آخرش میخواین 2 تا 3 تا 4 تا رفرنس پشت سر هم برای اون مطلب بیارید. حالا ببینیم که رفرنس ها رو اگر چند تا رفرنس داشته باشیم چجوری پشت سر هم میاره. ببین الان مثلا فرض کن این جمله رو که نوشتین، این من چک میکنم. ببینید هر وقت میخواین رفرنسی وارد کنین، چک کنین که الان متنتون فارسی هست، نوشتارتون هم فارسی باشه. اگر انگلیسی باشه بعدا مثلا رفرنساتون چک میکنه یکی فارسی خورده یکی انگلیسی خورده، اینا رو بهتون ایراد میگیرن، بعدا دوباره مجبور میشه اونا انگلیسی خوردن پاکشون کنیم، از اول واردشون کنید. اینم پس حتما چک کنید رفرنس هایی که وارد میشن هم توی متن، هم توی متن حتما همشون فارسی باشن، آخر متن همشون انگلیسی باشن، شماراشون همشون انگلیسی باشن. پس هر وقت خواستین یه رفرنس جدیدی وارد کنیم، مثل من ببینه اولش یه چند تا کلام میزنم مطمئن بشم که الان نوشتارش فارسیه، که رفرنسی هم وارد میکنه با شماره فارسی وارد کنه. خب حالا اینجا فرض کنیم برای این جمله به جای یه دون رفرنس مثلا میخوام 2 تا 3 تا 4 تا منبع وارد کنم، بلا فاصله کنار این، یعنی بهش فاصله نمیدم. ببینید قشنگ چسبیده به پرانتز این، به پرانتز همین یک. اینجا کلیک میکنم نشانگر موس بیاد اینجا، بعد یه رفرنسی رو از قبل توی اندنوت انتخاب کردم، همون میخوام بیام کنار این بشینه، میزنم توی دو تب اند نوت، میزنم insert citation، insert selected citation، یعنی همون رفرنسی رو که توی اند نوت سلکت کردم اینجا میخوام insertش کنم. این دکمه رو میزنم، این دوتاش خودش آورد کنار هم دیگه. ولی اگر با فاصله بزنین، الان بزنین من یکی دیگه وارد میکنم، اگر بینشون فاصله باشه این یه رفرنس دیگه است که تو اندنوت انتخابش کرد، اگر بینشون فاصله باشه ببینید اینجوری میشن. این اشتباهه، باید رفرنساتون قشنگ بچسبن به هم دیگه این مدلی. که حالا میدونه مثلا اگر 2 تا رفرنس فقط داشته باشیم می نویسه مثلا 1,2، اگر بین از 2 تا بیشتر باشه این مدلی می نویسه 1 تا 3، یعنی بینش خط فاصله می افته. اگر 2 تا باشه بینشون کاماه، اگر بیشتر 2 تا باشن و پشت سر هم باشن رفرنس ها، می نویسه این مدلی 1 تا 3. یعنی این بعدا می خواهیم بخونینش، این فکر نکنین رفرنس شماره 1 و رفرنس شماره 3، این 3 تا رفرنسه، رفرنس 1، رفرنس 2، رفرنس 3. خب این هم یه امتحان بکنین 2 تا رفرنس کنار همدیگه وارد کنین ببینه میتونه اینجوری به چسبونیمشون به هم یا بینشون فاصله میافته.
خب خام رسایی انجام دادن. خانم درستان، اگر اسمشون بخون درست میخونم، درست انجام دادن. دیگه بقیه مشکلی ندارن، اگر جای سوالی داریم بپرسیم بچه ها. خب ممنون. خب حالا یه سوال دیگه پیش میاد. شما فرض کنید یه رفرنسی رو اشتباه وارد کردین، میخواین از اینجا پاکش کنین، چیکار کنین؟ دو حالت داره. فرض کنین مثلا یه دونه رفرنس تکیه، مثلا من این 4 رو میخوام پاکش کنم. خب راحت بک اسپیس میزنین پاک میشه. وقتی هم پاک شد دیگه ترتیب رفرنس ها رو خودش کامل درست میکنه. یعنی مثلا این الان 4 نباشه، میشه 1 تا 3، بعد اینجا میشه 4، دیگه خودش ترتیبشون درست میکنه. ببینید راحت من بک اسپیس میزنم، خودش دیدین این هم الان گذاشتش 4، برای این هیچ مشکلی نیست. ولی فرض کنین مثلا این الان 1 تا 3 هست، شما رفرنس شما رو 2 رو اون وسط میخوایم پاک کنه. حالا یه راهش اگر دم دستی تر باشه، خب شما میان کامل اینا رو 1 تا 0 کلش پاک میکنین، بعدا رفرنس اولی و رفرنس سومی رو دوباره وارد میکنین. ولی حالا یه راه معقول تری بخوایم پیش برین، میرین قسمت بالا. تو این نوت گفتین که خب این دوتا قسمت اصلیش، این سایتیشن که زیرش نوشته مربوط به اون رفرنس ها، اون عددهایی که وسط مد میان، بیبلوگرافی مربوط به اون رفرنس، لیست رفرنس هایی که آخر مد میان. پس وقتی من میخوام اینجا یه تغییری بدم، میرن تو این قسمت سایتیشن، بعد میزنم Edit and Manage Citation. خب Edit and Manage Citation، این 1 2 3 تا رفرنس اول، ببینید این بالا نوشت Citation 1 تا 3، اولیش همین WHO بوده، دومیش این بوده، سومیش هم این بوده. این وسطی رو من میخوام پاکش کنم، میام اینجا میزنم Edit، اینجا میزنم Remove که بزنم اوکی، میشه 1 و 2. یه بار دیگه میرم چک کنه، الان مثلا بین 1 و 2 من میخوام دومی رو پاک کنم. میرم تو تب این نوت، قسمت سایتیشن، Edit and Manage Citation، رفرنسی رو که میخوام انتخابش میکنم، میرم Edit Reference و میزنم Remove و بعدش هم اوکی، اینجوری پاک میشه. اینم یه تمرین میکنه، اگر جایش مشکل داشتین بپرسید. جا دیگه ای نه، پاک نمیشه، فقط همون جایی پاک میکنین همون جا. ولی خب احتمالا ترتیب شمارا عوض میشه، شاید، حالا بستگی داره کجا باش، قبلش استفاده کردین یا بعدش. اگر قبلش که نه، ترتیب شمارا عوض نمیشه، ولی اگر بعدش بوده فقط شماراشون عوض میشه. نه، برای بقیهشون مشکل پیش نمیاد، فقط همین. خب حالا دیگه غیر از این مورد دیگه، حالا یه چند تا نکته دیگه شاید که میتونه به دردتون بخوره، این که بیاین تو این قسمت بیبلیوگرافی، میاین همون تب این نود بیبلیوگرافی، یه فلش این گوشه سمت راست داره نوشته کانفیگور بیبلیوگرافی، میاین تو قسمت این کانفیگورش، اینجا نوشته، خب این اسم همین فایلی که من دارم، اسمش تایتل فرم، این گذاشتین که هیچ. توی اینو میخواستم، این توی قسمت لایاوتش، بیاین تو قسمت لایاوت فونتتون انتخاب میکنیم و سایزتون. یعنی شما وقتی
بهتون میگن که فایل پایان نامه رو که میخواین تحویل بدین باید فونتش آیا نازنین باشه، فونتش 14 باشه، رفرنساتون هم همینه. ولی رفرنس ها رو اگر میان تو ورد هرچی بیان فونتشون تغییر بدین دوباره هی به هم میریزن. فونت رفرنس ها رو وقتی میخواین تنظیم کنه از تو خود ورد نیاین، از اینجا بیاین، بیاین تو این نوت، بیاین این قسمت فونتش و سایزش رو تنظیم کنه. دیگه غیر از اون میتونه مشخص کنه مثلا ایندنت هم داشته باشه نداشته باشه، که اینا دیگه اینا لازم نیست. فقط فونتش میذاریم آیار نازنین، سایزش رو میذاریم 14 و لاین اسپیسینگش میذارین 1.5 دیگه. سینگل میشه 1 سانتی متر، 1.5 میشه 1.5 سانتی متر، دابل میشه 2 سانتی متر، میذارینش 1.5. اوکی. اینجوری شد الان رفرنس ها. خب اینم باز انجام بدین. پس متوجه شدین این هرچی این رفرنس ها پایین، هرچی از تو ورد برین فونتشون رو درست کنین، تغییر بدین فونت و سایز و فاصله شون، یه رفرنس جدید دوباره وارد کنین، دوباره اینا همه رو به هم میریز. باید از تو خود اندنوت برین فونت و سایزشون درست کنین. هر وقت اوکی بود بگین که مطلب بعدی رو بهتون بگم. اسپیس یه لحظه اجازه بدین. اینا رو بزنین نان. اسپیس یعنی بعد از هر رفرنسی میخواین دوباره یه فاصله بیفته. نه دیگه همون یک کنیم، یعنی فاصله همه شو همون یک کنیم باشه کافیه. نان باشه، ایندنت نداشته باشه. اینا رو همه شون این هنگینگ نمیدونم چیه. خب انجام شد، بریم مورد بعدی. مورد بعدی ببینید رفرنس های اینجا رو نگاه کنین. من وقتی اینو انتخابش میکنم ببینید هایلایتش میکنه برام، یعنی مثلا 4 5 6 7 8 اینا رو قشنگ هایلایت میکنه. وقتی هایلایت کردم من متوجه میشم که اینا با این نوت وارد شدن. مثلا فرض کنه حالا من بونا مدرس باشن، یکی از دانشجو برام میفرسته، میخوام چک کنم آیا واقعا با این نوت وارد کرده یا نه. یه کاری سریع میتونم انجام بدم این که اینجوری هایلایتش میکنم، میکشم روش. اونایی که با این نوت وارد شده باشن اینجوری چیز میشن، خاکستری رنگ میشن. به خودتونم کمک میکنه، مطمئن میشین که حالا رفرنس ها با این نوت وارد شدن یا نه. خب پس از این قابلیت میتونی استفاده کنین. البته با تنظیمات وردتون درست باشه. تنظیمات وردتون حالا من سریع بهتون میگه معمولا درسته، ولی حالا اگر بخواین چک کنین میرین توی قسمت فایل آپشن ادوانس. این قسمت ورد خیلی باش سر و کار داره، این قسمت تنظیمات ورد برای کار مختلف بهش سر میزنین. میرین از قسمت فایل آپشن و قسمت ادوانس اینجا رو میارین. اینجا نوشته که حالا باید بگردیم پیداش کنه. فیلد شیدینگ، شیدینگ یعنی همه میکشیدن روش خاکستری رنگ میشد. شیدینگش نور باشه، یعنی هیچ وقت اینجوری نشه، یعنی حتی انتخابش هم کردم شیدینگ اتفاق نیفته. آلویز باشه، یعنی حتی وقتی انتخابم نکردم اون حالت شیدینگش باشه. یا ون سلکتد، یعنی الان من سلکتش کردم که همین حالت بود، سلکتش کردم، انتخابش کردم، بعد اون قسمتی که رفرنس ها بودن یه خورده پررنگ تر شدن. بهترین حالتش همینه که بذارین ون سلکتد. ولی حالا بذاریم مثلا به عنوان مثال من میذارم always که حتی بدون اینکه انتخابش کنیم اون حالت خاکستری رنگ رو داشته باشه.
اینجوری میشه دیگه. الان قشنگ میتونه چک کنه رفرنساتون با اندوت وارد شدن یا نه. حالا یه چند تا مورد دیگه هم در مورد همه موضوع بهتون بگم. کارهای دیگه ای که میشه انجام بدین، دوباره برین تو قسمت ان نوت، قسمت بیبلیوگرافی. دو تا تیک هست میتونه بزنین، یکی نوشته لینک این تک سایتیشن تو رفرنسز این بیبلیوگرافی، یعنی این که سایتیشن هایی که توی متنن، همین عدد هایی که وسط متنن با رفرنس هایی که توی بیبلیوگرافی اون آخر هستن با همدیگه لینک بشن. این الان من تیک میزنم ببینیم چی میشه. اوکی خب اینا وقتی این رفرنس ها این وسط با اون آخر لینک شدن، من میتونم کنترل رو بگیرم، کنترل از روی کیبورد میگیرم، همزمان میام اینو این رفرنس رو روش کلیک میکنم، میره سر همون رفرنس، قشنگ بهم نشونش میده. خصوصا وقتی متن تو خیلی طولانی باشه، مثلا شما الان پایان‌نامه تو مثلا 100 صفحه نوشتین، میخواین سریع برین سراغ همون رفرنس، رفرنس رو چک کنین، این میتونه بهتون کمک کنه. پس میرین روی خود رفرنس، کلید کنترل رو میگیرین، کلیک میکنین، میبرون آخر بهتون نشون میده. یه بار دیگه میرین توی تب اندنوت، قسمت بیبلیوگرافی، این مربعی که این حالت فلش مانندی که این پایین داره که کانفیگور بیبلیوگرافی رو هست، همون جایی که رفتیم فونت رو تنظیم کردیم. قسمت اولش فرمت بیبلیوگرافی، این پایین دو تا مربع هست که میتونین تیک بزنین، همون تیک اولی رو که بزنین این حالتی میشه، رفرنس های وسط متن با اون رفرنس های آخر با همدیگه لینک میشن. آره باید کنترل هم همزمان باش بگیرین، کلید کنترل از رو کیبورد باید گرفته باشه. حالا اینا یه سری کارهای جانبی بیشتری هست که میتونه انجام بده، مگه نه؟ حالا شما در فعلا در همین حد که رفرنس بتونین توی نوت وارد کنین، توی ورد صحیح وارد کنین، براتون کافیه. آپشن مثلا شما خود نرم افزار ورد هم در نظر بگیرین، آپشناش خیلی زیادن که حالا شاید ما از خیلی هاشون استفاده نمی کنیم. مثلا حالا گوشی که داریم، گوشیامون هم همینجوری آپشناش خیلی زیادن، ولی خب از خیلیشون استفاده نمی کنین، در حد کارهای روزمرمون را به اندازه استفاده میکنین، همه نرم افزارا همین جوری هن. این هم حالا من یه چند تاشون فکر میکنم یه خورده به دردتون میخوره میگم بهتون، ولی حالا اصلش همون چیزی که بتونین یه رفرنسی رو وارد ورد کنین در همین حد بس و کافیه. خب حالا همینجا اون تیک دومی رو هم بزنیم ببینین تیک دومی چی کار میکنه. گفته که underline linked in text citation، یعنی این که همون
رفرنس هایی که وسط متن هستن به من آندرلاینشو میکنم، بعد من موسو که میارم روش قشنگ می نویسی که اسم نویسنده سالشو برام می نویسه، رو هر کدومشون بیارم نویسنده و سال میاره. این مدلش خب شما وقتی عدد می نویسین وسط متن، وقتی از ونکوور استفاده میکنین و عدد می نویسین، دیگه حالا شاید شک کنه مثلا این رفرنس درست بودی یا نه، ولی خب موسم یعنی روش قشنگ براتون می نویسی که نویسنده اسم کی بوده، سالش چی بوده. دیگه مورد، دیگه مورد این فکر میکنم آخرین مورد باشه. فرض کنین شما اون لایبرریتون که مربوط به فایل اندنوت بود، یعنی اون فایل اندنوتی که ذخیره کردین تو خونه گذاشتین، بعد مثلا فایل وردتون با خودتون میرین دانشگاه. آره رو همین صفحه باید نشون بده، همون جایی که تو هم خود فایل ورد الان داره میبینین از من دیگه. من الان ببینم موسم میارم رو شماره 3 بالاش نوشته نویسندش کروز سالش 2016. هر دوتا رو با تیک زده باشه، هم بالایی هم پایینه. حالا اینا خیلی مهم نیست، گفتم ندیدینم اشکال نداره، اینا دیگه یه سری آپشن ها اضافی هن. دیگه حالا مورد آخری رو بهتون بگم. فرض کنه شما اون فایل اندنوتتون رو خونه جا گذاشتین، یه فایل ورد فقط با خودتون آوردین، ولی تو فایل وردتون تمام رفرنس ها با اندنوت وارد شدن. حالا میایین تو دانشگاه میخواین به اون فایل اندنوتتون دسترسی داشته باشین، مشکل پیش نمیاد، قرار نیست اون فایل اندنوت رو همیشه همراهتون داشته باشین، یعنی هر جا مثلا فایل ورد رو ذخیره میکنه اندنوت هم کنارش ذخیره کنه. یه گزینه خود اندنوت داره، اینجا میزنین توی همین قسمت آخری تولز Export to EndNote میزنه Export Traveling Library، این گزینه رو میزنه، بعد میگه که کجا میخواییم ببریم. این در واقع خب رفرنس ها رو میاد Export میکنه، میبره یه جا دیگه ذخیره میکنه. ما میزنم که یه New Library میخوام بیارم که این رفرنس ها رو داخلش ذخیره کنه، میزنم OK. خب یه New Library بخوام بیارم مثلا میگن رو Desktop Work شاپ 2 سیف. یه چند لحظه صبر کنین تا انجام بشه. نوشت export complete، یعنی فایل ها رو فرستاد توی فایل اندنوت جدید. خب بذاری اندنوت هم الان براتون میارم. الان اندنوت هم که بیارم یه فایل ورکشاپ 2 اضافه شد، همون رفرنس هم دوباره تو اینم اومدن اضافه شدن. یعنی گفتم اون فایل اندنوتتون همراهتون نباشه، طوری نیست، همین که تو فایل بورد با اندنوت وارد کردین میتونین هر جا که دسترسی، یعنی نرم افزار اندنوت نصب باشه، اونا رو بفرستین توی لایبرری اکسپورتشون کنین. توی تولز یه بار دیگه اجازه بدین. خب میایم اینجا توی فایل وورد قسمت تولز اکسپورت تو اندنوت اکسپورت تراورینگ لایبرری، هم گزینه اولی. بعد حالا یا ممکنه مثلا از قبل یه لایبرری باز داشته باشین بخواین تو همون وارد بشه، یا اینکه نه یه لایبرری جدیدی بخواین ایجاد کنین. هرچی رفرنس تو وردتون داشته باشین میفرسته داخل اون. یه مورد دیگه هم یادم اومد مهمه بهتون بگم. اه...
توی اندنوتتون گفتم حالا برای فقط برای رفرنس وارد کردن نیست، برای مدیریت اطلاعات هم میتونین ازش استفاده کنین. یعنی اینکه مثلا شما الان یه مدت که بیزاره میبینین کلی فایل پی دی اف رو هم دارین که حالا اسمشون شاید خیلی دقیق نذاشته باشین و نمیدونن خورد پراکنده باشه، اینا رو بخواین بهشون نصب بدین از همین اندنوت میتونه استفاده کنه. رو هر کدوم از رفرنس ها بزنم ببینین اینجا غیر از اینکه پریویو داره یا چند تا گزینه داره، یکی رفرنس داره همون چیزایی که گفتیم اینجا وارد میکنه، جدا جدا پریویوشو میاره و اینجا میتونیم یه فایل پی دی اف بهش اتچ کنه، یعنی همون مقاله‌ای که اینجا داریم فایل پی دی افش هم میتونیم بیاره اینجا از اون کنار، از اون سنجاق کنارش استفاده میکنیم. الان من یه دون بیجا اضافه کردم، این کار هم میتونه انجام بدیم که به فایل های پی دی اف مقالاتون هم بیاره، این خیلی بهتون کمک میکنه، یه خورده بهتون نزد پیدا میکنن. آن مرسی دیدم بستمش، اینم انجام بدین، یه فایل پی دی اف اتچ کنه به یکی از مقالاتون، به یکی از رفرنس ها. خواجوی سوال تو مشخص نیست. آره مقاله ای که مربوط به همون رفرنسه. دیگه هر وقت خواستیم به اون مقاله دسترسی داشته باشین فقط کلیک میکنی رو اون رفرنسه، پی دی افش هم براتون میاره. من ببینم کدوم بود، یه بار دیگه بعد میتونه بزنی روش کامل بزرگ بشه راحت مطالعهش کنه. حالا جزئیات داره بازم، حالا سنگین بود اگر باید تو، خب اینا رو دیگه خیلی باید انجامش بدین، یعنی خیلی هم دیگه مجبور میشه انجام بدین تا دفاع کنین کلی رفرنس، حالا شاید مثلا 200-300 تا رفرنس شاید قرار باش وارد کنین تا اون آخر کار یه قشنگ براتون جا میفته. یا خب ریزکاری هنوز هم داره ولی حالا در همین حد فعلا بستتون. من فقط میخواستم یه کوچولو اشاره کنم که گفتم کمک میکنه مطالبتون دسته بندی کنین. ببینید اینجا یه چیزی در مای گروپ، اینجا میتونین گروه بندی کنین، مثلا 4 تا مطلب میخواین در موردش، یعنی اون مقالاتی که اینجا آوردین شاید یه دسته بندی تو ذهنتون بتونه براشون در نظر بگیرین. مثلا شما پایان‌نامه‌ای داری انجام میدین، فرض کنید 2 تا متغیر اصلی داره، مثلا یکیش درد یکیش اضطرابه، اینا رو بخواین جدا کنین باز دوباره میتونه از اینجا دستبندیشون کنین، گروه بندیشون کنین، کمک کنه حالا اطلاعاتی بهتر بتونه مدیریت کنه. و و و و یه موردی هم باید بگم حتما بهتون، اینا یکی یکی یادم میاد. اینجا توی فایل وردتون گفتیم فرمتی که استفاده میکنیم ونکووره، خب ونکوور رو از این بالا انتخاب میکنیم. حالا ممکنه شما مثلا یه فایل تازه باز میکنیم ونکوور رو بتونه از تو اینا پیدا کنه یا اینکه نباشه. اگر ونکوور از اینجا نتونستیم پیدا کنین، این بالا نوشته Select Another Style، میزنین رو این.
هنگ آه اینجا ببینید کل استایلایی که میتونه بنویسیم، ببینید چقدر زیادن. تازه غیر از اینا هم هنوز بازم هست، حالا ونکوور و هاروارد اون چیزی که ما بیشتر باشون آشنایی، ولی اینا همه استایلایی هستند که میتونه ازشون استفاده کنه. الان پس بر طبق قانون نگارش ما باید از همون ونکوور رو استفاده کنیم، ولی اگر تو این لیست ندیدینش میزنین select another style و یه استایل دیگه انتخاب میکنین. او متوجه شدین این سوالی نداشتین این قسمت؟ خب اگر سوالی نیست دیگه در همین حد فکر میکنم کافی باشه، کفایت میکنم براتون. اگر همینا رو خوب یاد بگیرین میتونین انشاءالله بدون مشکل رفرنساتون وارد کنه. ممنون، خسته نباشین، خدا قوت، انشاءالله که ادامه روزتون و هفتهتون خوب باشه. مرسی، خدا نگهدارتون.